وزیر خارجه کینیا در ملاقات با انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده که در کینیا به سر می‌برد، گفت همکاری ایالات متحده برای رشد کشورهای آفریقایی بسیار مهم است که آنها بدانند آمریکا برگشت است. ما امیدوار هستیم که دیدار از کینیا یک نشانه پیشرفت در روابط ایالات متحده با این کشور و روابط آمریکا با کشورهای آفریقایی باشد. باید این نشانه ها به تمام جهان بفهماند که ایالات متحده برگشت است و واقعاً با علاقمندی برای پیشرفت قاره آفریقا برگشت است. سفر بلینکن بر علاوه این که برای سرد شدن تنش ها در منطقه صورت گرفته است، از سوی دیگر هدف این سفر در رقابت با چین که در کشورهای در حال انکشاف نفوذ پیدا کرده است انجام می شود و بیانگر نقش ایالات متحده در سطح بین المللی و منطقوی است. از سوی دیگر وزیر خارجه ایالات متحده در کنفرانس خبری با وزیر خارجه کینیا روی برقراری آتش بس قطعی برای ختم جنگ در ایتیوپیا تاکید نمود. جنگ در ایتیوپیا صلح و امنیت شاخه آفریقا را تهدید می کند و ما از آن عمیقا نگران هستیم و نگران شرکای ما به شمول کینیا در منطقه هستیم. ما از همه جناح‌ها می خواهیم که یک قدم به عقب بردارند و از پیشروی به سوی آدیس ابابا خودداری کنند. ما می خواهیم که همه احزاب کرده هم در میز مذاکره جمع شوند و دشمنی ها را کنار بگذارند. ما نیاز داریم تا کمک های بشری را در جریان بیاندازیم و کسانی که بازداشت شدند رها گردند و همه در تلاش ها برای رفع اختلافات و در برقراری صلح سهم بگیرند. برای کشورهای آفریقایی در ابتدا تلاش برای احیای روابط آغاز خوب نداشت، زیرا بلینکن به دلیل وضعیت ناگوار افغانستان سفر به آفریقا را که در اوایل تابستان برنامه ریزی شده بود به تعویق افکند. 3 ماه بعد بلینکن پیام حکومت بایدن را که آمریکا برگشته است به آفریقا می رساند. با وجود اینکه هدف مهم این سفر رقابت با نفوذ چین در آفریقاست، از سوی دیگر هدف این سفر مرتبط به مسائل اروپایی، آسیایی، شرقی میانه، آمریکای لاتین، مرتبط به سهم مالی آمریکا، اهدای واکسین و رسیدگی به امراض ساری مطرح است. چین در کشورهای قاره آفریقا میلیاردها دلار را در بخش‌های انرژی، زیربنایی و سایر پروژه‌ها سرمایه‌گذاری نموده است. واشنگتن نیز تلاش می‌کند تا از سوی استفاده چین از کشورهای در حال انکشاف خودداری نماید. کینیا و ایالات متحده قرار است سال آینده دور بعدی دیالوگ دوستانه دوجانبه دوکشور را در واشنگتن داشته باشند. جیلانوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.